به قسمت آخر برنامه امروز خیلی خوش اومدین. با آقای نوید محمدزاده همراه هستیم که ایشون فیزیوتراپیست هستن و برای اولین بار مهمان ما توی استودیو. خوش اومدین آقای محمدزاده. خوب هستین شما؟ قربون شما، مرسی. خوشحالم از اینکه با ما هستین شما. منم همینجور در خدمتتون هستم. آقای محمدزاده، میشه لطفا خودتون رو بیشتر با ما آشنا کنین؟ کجا درس خوندین؟ چند وقت دارین کار میکنین؟ من عرضم خدمتتون که فیزیوتراپی رو تو هلند خوندم. حدود 11 سال پیش 2003 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه آمستردام و بعدش که اومدم انگلیس قسمت مستری رو ادامه دادم با تخصص ورزش و بایومکانیک که بعدم بیشتر خدمتتون توضیح میدم. در حال حاضرم مطب دارم برای خودم و کار میکنم و بیشتر بر مبنای حرکت و ورزش کارام جلو میبرم. کار رو انجام میدم. بسیار عالی. آقای محمدزاده، اگه بخوام یه تعریفی از فیزیوتراپیست و فیزیوتراپی داشته باشین چیه؟ فیزیوتراپی یه رشته‌ای که از قدیم خیلی سالهای پیش به طور ناخودآگاه بین مردم رایج شده. مثالی که زدم، دست کسی که میشکست تو روستاها یا شهرها حتی با دو تا چوب میبستن و این در واقع اون دو تا سر استخون با هم تناسب میدادن و میبستن که یه مدتی جوش بخوره، که حرکت نکنه، که حرکت نکنه و بدن برگرده به بهترین حالتش درمان. ولی در کل فیزیوتراپی بر مبنای حرکت کار میکنه. فیزیوتراپی رشته یکی توی تمام کشورها هست و دانشگاه تدریس میکنن. یه چهار ساله است که بعدش میتونید تخصص رو بگیرید در رشته‌های مختلف. اکثر بیماری‌ها را شامل حالش میشه که یعنی درمانش، یا اینکه برای درمان بیماری‌ها درمان، بله. تو ایران فکر می‌کنم خیلی از این بیماری‌ها زیاد باشه که درمانش فقط از طریق فیزیوتراپی میشه انجام داد، چون مردم به دلیل محدودیتایی که باهاش روبرو هستن نمیتونن برن بیرون و ورزش کنن، تحرک داشته باشن. دقیقاً درست می‌فرمایید. تو همه جای دنیا خیلی از بیماری‌ها را میشه با فیزیوتراپی درمان کرد، از جمله بیماری‌های گردش خون، قلب، رگ‌ها، بیماری‌های اعصاب، تمام قطع نخاعی‌ها، ضرب مغزی و یا عصب‌های خارجی بدن ایراد پیدا بکنن، از همه مهمتر تمام بیماری‌های دستگاه اسکلت و مایچه که اینا از ده‌ها و صدها بالاتر میزنه، و بیماری‌های تصادفات، بیماری‌هایی که میفتن، ضرب مغزی میشن، حتی قبل از جراحی ها، بعد از جراحی ها، هر جراحی رو که شما در نظر بگیرید بدن یک فیزیوتراپی داره. و مهمترین کاری که فیزیوتراپ میکنه در واقع اون حرکتی که از بدن گرفته شده توسط یکی از بیماری ها دوباره اونو برمیگردونه به بدن. خصوصا شما که رشتتون هم بایومکانیک هست، کلا با حرکت سر دقیقا سرکن. ببینیم، بدن بر مبنای حرکت ساخته میشه. اصلا از همون بدو تولد یا حتی تو شکم رحم مادر هم نگاه کنید، بچه در حال حرکت و دست پا زدنه و این حرکت هاست که بچه رو بزرگش میکنه و تمام سیستم های بدن باعث میشه پرورش پیدا بکنن. شما اگه دست تحقیقاتی کردن جدیدن که این دست سالم رو تو گچ گذاشتن، ببینن در عرض دو سه هفته یا شش هفته که معمولا گچ میبندن یه جای شکستگی رو چی میشه، در عرض سه هفته پیدا کردن، تحقیقات نشون داد که مایچه‌های این دست و تمام چیزهای دیگرش هم به حدود 40-50% نسبت به این دست دیگه ضعیف‌تر شدن. پس حرکتی که ما رو سالم و زنده نگه میداره و اگه ما بتونیم حرکت درست رو انجام بدیم میتونیم از این بدن بیشترین استفاده رو داشته باشیم و اگه احیانا بیماری هم پیدا کردیم باز بر مبنای حرکت میشه درست کرد. مثالی که میخوام بزنم براتون، مثلا بیماری های فشار خون، قند یا کلسترول بالا که تو ایران تا جایی که من اطلاع دارم متاسفانه اصلا فکر نمیکنن که اینا رو با فیزیوتراپی میشه خوب کرد. خوب، البته اینجا توضیح بدم که خیلی از بیماری‌ها رو فیزیوتراپ خوب نمی‌کنه، ولی پیشرفتش رو می‌گیره و نمی‌ذاره ساید چیز جوانب عوارض جانبیش بیشتر بشن. درسته. اینه که فیزیوتراپی برای هر بیماری در واقع بجز بیماری‌های داخلی شکم و اینا ما سر کار نداریم و الان تمام بیماری‌های اعصاب و قلب و شش و تنفسی و گردش خونی و مایچه و مفصل و فیزیوتراپ باش سر و کار داره که میتونه اگه رو اصول کار کنه نتیجه خیلی خیلی خوبی داشته باشه. درسته. ولی خب یه سری بیماری ها هستن که حالت ژنتیکی داره، مثلا بعضی ها هستن که یه پاشون کوتاه‌تر از یه پای دیگه شون، اونا چی؟ بله، اینو برمیگرده به اون حالت
فرم بدن درسته. که پاستچر میگم به انگلیسی. اگه اینو من رو چارت میخوام یه اشاره بکنم، شما نگاه کنید هر کسی یه شکل بدنی داره که این بر مبنای ژنتیک ساخته میشه و ما خارج از کنترل ماست، ولی اگه مثلا یه پا بلندتر از یه پای دیگه باشه، شما بخوایم برین دو انتخاب ورزش دو رو انتخاب کنیم، بخوایم بدوین بیشتر از 3-4 کیلومتر که بدوین، بعد از چند هفته میبینید این بغل زانواتون درد میکنه یا کمر درد میکنه. وقتی به قسمت اسکلت بدن نگاه میکنیم میبینیم که این خط شاغول قشنگ میره تا پایین، از وسط شونه، کمر، زانو و مفصل پا. یا از جلو نگاه میکنیم میبینین این سطح شونه ها برابر و سیمتریک یا کمر موازی یا کمر همونجور. یه سری یا قوس کف پا، بعضی پاهاشون قوس زیاد داره، قوس کم داره، یا قوس کمر، قوس بالای کمر، قوس گردن. تمام اینا میتونه رو کارهای روزانمون یا ورزشایی که ما میکنیم اثرات زیادی داشته باشه. اگه ما بدونیم اینا رو بشناسیم، میتونیم یه سری ورزشایی رو بکنیم که اون قسمتی که ضعف داریم رو تقویت کنیم، که با همون اختلاف پایی که شما دارین هم میتونین برین بدوین. یا یه خیلی ساده یک چیز کفشتون میذارید، ارتوتیک انسول میگن از این کف پوشا، اون اختلاف اون آره هماهنگ باشن هماهنگ بکنه دقیقاً. اینه که فیزیوتراپی اصلش بر مبنای یعنی بایومکانیک بدنه، یعنی در واقع همون مهندسی بدن. شما من یه مثالی با این مدادام بهتون نشون بزنم. ببینید اگه من این مداد رو بخوام بشکنم، اولش مقاومت میکنه، ولی اگه فشار اضافه بدم میشکنه. میشکنه، درسته. اگه دو تا مداد بذارم یکم سخت‌تر میشه، ولی بازم یه مقاومت خاصی داره. بعضیا میرن ورزش با بزرگ کردن مایچه مقاومت این بدن رو میبرن بالا، بعضیا دیگه نه، سایز مایچه رو بزرگ نمیکنن، کوالتی مایچه رو عوض میکنن. به جای مداد پلاستیکی یا چوبی یه آهنیش رو انتخاب میکنن، که اینو با انواع ورزش‌های مختلف که بعدا راجبش صحبت میکنیم میتونیم یا سایز مایچه رو بزرگ بکنی یا کیفیت آنو بهتر بکنی. قدرت مایچه رو بالا میبرن بدون اینکه اندازه مایچه تغییر کنه. دو تاش خوبه، ولی اگه میخوایم بهترین بدن رو داشته باشیم باید روی هر دو کار، روی همه اینا کار کنیم. ببینید شما الان تو کار روزانه ما بیشتر مایچ‌های جلو عقب و که فلکسور اکستنسور بهش میگن استفاده میکنیم، ولی یه ورزشی هست که رو قسمت‌های چرخشی کار میکنه. مثلا همون اشاره کردم زورخانه یه ورزش خیلی مهمیه. این اگه نگاه کنین حرکت چرخشی رو زیاد روش کار کردن و تمام بدن رو شامل حالش میشه. بدن باید رو سیستم و اصول ورزش داده بشه که بتونی بیماری را درمان بکنی و نذاری بیماری های دیگه به وجود میان. در واقع همون پیشگیری کار اصلی فیزیوتراپه. شما اگه با کمردرد بریم پیش فیزیوتراپ، این علاوه بر اینکه رو کمرتون کار میکنه، تمام حالت ایستادن، راه رفتن، کار کردن شما رو هم در طی این چند جلسه که میریم باهاش صحبت میکنه، ترمیم میکنه و اگه ایرادی داشته باشین اینو برطرف میکنه با 4 تا ورزش مرتب. ورزش هم خیلی پیچیده است، خیلی زیاده، تو یکی دو جلسه هم نمیشه کامل صحبت کرد، که ما سعی میکنیم تو هر جلسه راجع به یک قسمت بدن یه سری ورزشای بدیم که این بتونه کمک بکنه. محمد زاده، این درستی که میگن وقتی که مثلا به فرض کمر درد داری، اون موقع درد داری نباید ورزش کنی؟ نه، به هیچ وجه. اینو من متاسفانه زیاد شنیدم، حتی تو ایران دیدم خیلی از افراد موقع حاملگی از همون روز اول میگن استراحت مطلق. تو ایران متاسفانه فرهنگی که رایج شده داروی زیاد و عدم حرکته. اینجا هم دور استراحت رو به بعضی از بیماری ها ما میدیم، یا خود دکتر تجویز میکنه یا فیزیوتراپ اینجا مستقل کار میکنه تجویز میکنه، ولی بستگی به نوع بیماری داره. شما اگه کمردردت حتی خیلی شدیدم که داشته باشی، بازم یه سری ورزش هایی هست که خیلی سالم و مطمئن شما میتونی انجام بدی. بسکی داره، شما نمیدونی کمر درد شدید رو بگی اونجا بپر دومت بالا و پایین. درسته. اینو با یه سری حرکت های خیلی یواش در حالت های خاصی که ما بعدا اینا رو نشون میدیم که واقعا سیفه، و من مریض کمر درد رو ازش لحظه به لحظه میپرسی ورزش میدی انجام میدی، میپرسی آیا دردت زیاد میشه کم میشه، و تمام اینا ثابت شده که خیلی از بیماری های شدید رو حتی میشه ورزش داد. حتی تو تخت، کسی که تو تخت خوابیده تو کماست تو قسمت اینتنسیف کره،
این ورزش لازم داره. درست. پس این درست مدرکه. من یادمه یکی از دوستام دیسک کمر داشت، دکتر بهش گفت یه سری دوشک، یعنی دوشک طبی با استفاده کنه، به مدت نم یکی دو ماه استراحت مطلق، یعنی به هیچ عنوان حرکت نباید بکنه. خیلی از دکترها و فیزیوتراپ‌ها، من حالا چیز نمی راجع به اشخاص حرف نمیزنم. این ببین پزشکی کلاً یک استعداد میخواد، مثل مهندسی، مثل کامپیوتر، هر رشته ای اگه شما استعداد این کار رو داشته باشی خیلی موفق تر میشی و اگه اینو بتونی رو مریضات پیاده بکنی بر مبنای بیماری که اینا دارن میتونی نتیجه بگیری. حالا یا استراحت تجویز میکنی یا ورزش یا دستگاه های دیگه، فیزیوتراپی چیز دیگه هم که داره تو ایران به عنوان برق معروف شده متاسفانه. درسته. که این یه دستگاه الکتروتراپی تجویز میکنه به بیمار برای یک نوع آرامش تسکین درد، در واقع کار دیگه نمیکنه و تحقیقات جدید هم نشون داده که کارهای به اون صورت نداره. اولتراساوندش خوبه، اون یه دستگاه دیگه است که صدا تجویز میکنه به این چیزایی که زخمی شدن به قسمت بدن. ولی اصل فیزیوتراپی یه سری حرکت هایی هست که مانیپولیشن میگن که مفصلا رو شما جا به جا میکنی، در واقع به جای صحیحشون برمیگردونی و ورزش و حرکت. ورزش هم دو نوع داریم، یکی ورزش معمولی که مردم میدن تو ورزشگاه یا بیرون و پارک انجام میدن، یکی دیگه فعالیت های روزانه است. درسته. و اینم باز نکته زیادی هست که توضیحات زیادی داره که فعالیت روزانه رو چون به طور مدام و روز در روز به روز انجام میدیم، این باعث خستگی مداوم میشه در طی سالها و ماها. و چون اینو مرتب یه مایچه رو شما انجام کار ازش میکشین، مایچه خستگی بیش از حد پیدا میکنه. و مثالش هم اگه بخوام بزنم، کسی که پشت کامپیوتر میشینن مثلا، اینا همشون شونه و کمر درد دارن. برای اینکه ثابت شده وقتی شما دستاتون رو اینجوری حرکت میدین، ببینید مایچه اینجا تکون میخوره و این نیروهایی که به این دست وارد میشه میره بالای شونه، گردن و از اونجا میاد به کمر. ببینید چون نشستی دیگه این نیرو اونجا جمع میشه. وقتی سر پا وایساده، نیروهای بدن طوری بدن ساخته شده که از طریق کمر و زانو و مچ پا میره به زمین، که یه نیروی هستم باز عکس العمل میگیم ما، نیروی عکس العمل هم میاد به همین جهت. اگه بدن سالم باشه و مشکلی نداشته باشه، نیروها رو قشنگ جابجا میکنه و کم و زیاد میکنه به جایی که لازمه چقدر وارد بشه. همه مفاصل و مایچه ها خوب جواب میدن به این نیرو. ولی اگه ایرادی داشته باشین، شما مثلا زانوتون درد میکنه، یه ثانیه قبلش نمیتونستین چجوری بلنگین، ولی همین که زانوتون درد کرد شما اتوماتیک میلنگین. اینو بدن دو تا سیستم داره که اینو انجام میده که فشار زیادی به زانو نیاد. در واقع همون استراحتی که شما گفتین رو بدن انتخاب میکنه اتومات. ولی مقاومت بدن خیلی زیاد کم و بالا میره. همین مثال مدادی که زدم، فرض کن شما رو کیفیت و سایز این کار کردین، اینو مقاومش کردین. اگه یه سری از اون ژنتیک فاکتورها داشته باشیم که مثلا مشکلی داشته باشه کسی از نظر حالت فرم بدنش، یا بیش از حد ورزش کردن، ورزش نکردن، غذای مناسب، استراحت مناسب، کار مناسب، تمام دقیقاً تمام اینا این مقاومت بدن رو میبره بالا. از اون مثالش هم همینه، یه نفر بلد نیست یه وزنی 10 کیلو بزنه یا دم 3 کیلومتر بدوه، ولی با ورزش میبینین که میره ماراتون میدوئن. چلو آقا محمد، ما یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، خیلی سریع زمان گذشت. از اون ورم این چیز میتونه کم بشه. یه نفر که میره بیمارستان با شکستگی دست، بعد چند روز که مرخص میکنه میبینه نمیتونه راه بره بیش از 50 متر. این نشون میده که بدن مقاومتش تغییر میکنه مدام. به خاطر همین حرکت خیلی مفیده. و تنها کاری که من فکر میکنم ما باید تو ایران همه دست به دست هم بدیم، مردمون رو تشویق کنیم به ورزش، حتی پیاده روی، و حداقل برای بدن 30 دقیقه پیاده روی در طی روز لازمه و به اضافه ورزش های دیگه. و اگه به این عادت کنین، یه جزئی از برنامه زندگیتون بشه، بدون شک همه انجام میدن. و حتی کسی هم که بیماری نداشته باشه، اثراتش اینقدر زیاده که
زندگی سالم‌تر. بسیار عالی. ممنون. مرسی آقای محمدزاده. من بحث فیزیوتراپی واقعا بحث مفصلیه و من اونطوری که از حرف شما برداشت کردم برای هر قسمت از بدن یه ورزش خاصی میخواد. حالا شما جلسه بعدی در مورد چه قسمتی از بدن می‌خواید صحبت کنید و چه ورزشی رو؟ دقیقاً همینطوره. جلسه بعدی رو من ترجیح میدم راجع به بدن کمر صحبت کنیم، چون قسمت مرکز اصلی بدنه. درست. هر کاری که ما میکنیم، حتی اگه موقع راه رفتن دستتون بزنید رو شکمتون، دستتون رو ببرین جلو یا پاتون بیارین بالا، میبینید که ماشه کمر و شکم کار میکنن. به خاطر همین راجع به استابیلیتی کمر صحبت میکنیم و بیماری هایی که این عدم استقامت و مقاومت مایچه ها میتونه ایجاد بکنه رو کمر، که اکثرا ورزش که ورزش اصلیشه. بله بسیار. مرسی آقای محمد. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز مفید واقع شده باشه برای شما. راه‌های ارتباطی با ما رو که می‌دونین فیسبوک منوتو پلاس هست و وبسایت اصلیمون رو گوگل پلاس. مرسی از اینکه امشب با ما بودید. به اتفاق آقای محمدزاده و آمنه از همه شما خدا بزنیم می‌کنیم. خدا نگهدار.